سلام بچه‌ها، به کانال ورد آف مکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون یه لیست 10 تایی از عجیب ترین اتفاقاتی که در تورنمنت های بازی های ویدیویی رخ دادن آماده کردم. تورنمنت های بازی های ویدیویی یکی از جذاب ترین اتفاقاتی هستن که میتونن برای هر گیمری رخ بدن. خوشبختانه در سال 94 من این شانس رو داشتم که توی تورنمنت 2-2 شرکت کنم و هنوز که هنوزه خاطرات خیلی خفنی ازش دارم. کلن توی تورنمنت ها اتفاقات فوق‌العاده جذاب و گاهن عجیبی رخ میدن، اما چون اکثر شما توی تورنمنت ها حضور نداشتید، من امروز شما رو با 10 اتفاق عجیبی آماده کردم که در تورنمنت های بازی های ویدیویی رخ دادند. شماره 10. در طول تورنمنت CSGO که در روسیه رخ داده بود، یک اتفاق خیلی عجیب رخ داد. در واقع تیم روسی که میزبان مسابقات محسوب میشد، برای اینکه بخواد حواس تیم رقیب رو پرت کنه، اومده بود دست به یک کار خیلی احمقانه زده بود. اونا اومده بودن یک سری رقاص لخ یا استریپر استخدام کرده بودن و بعد این رقاصا رو آورده بودن توی گیم روم، یعنی اتاقی که تورنمنت داره تو شکل میگیره. این رقاصا سعی داشتن حواس تیم حریف رو پرت کنن تا اینطوری تیم روسی بتونه برنده مسابقه بشه. اما الکی که به این پلیرها پرو یا حرفه‌ای گفته نمیشه، در کمال تعجب اون بازیکن‌ها حتی یک ذره هم حواسشون پرت نشد و در کمال ناباوری تونستن به راحتی تیم روسی رو شکست بدن. کسی این مسابقه براش مهم نبود، فقط این اتفاق که روسیا اومده بودن دست به دامن، البته دامن که چه عرض کنم، دست به یه جای دیگه رقاصای لخ یا استریپر شده بودن اهمیت داشت. تمام وبسایت‌های مهم خبری به این قضیه پرداخته بودن و انصافا فکر نمی‌کنم تا حالا چیزی به این عجیبی در مورد تورنمنت‌های بازی‌های ویدیویی شنیده باشید. شماره 9. همونطور که میدونید پلیرهای آسیای شرقی واقعا توی بازی‌های ویدیویی قدر محسوب میشن، یعنی کسایی مثل چینیا، ژاپنیا و کره جنوبی. اما کره جنوبی ها توی یک بازی هستن که به صورت کامل برتری دارن و اونم استارکرافته. پلیرهای اهل کره جنوبی به وحشی ترین شکل ممکن استارکرافت بازی میکنن. اما خب در طول یکی از تورنمنت ها، وقتی که یکی از بهترین بازیکن های استارکرافت در مقابل حریف خودش قرار گرفته بود، انقدر جلو افتاد که برای تحقیر حریف خودش اومد به جای دست چپش از پاش استفاده کرد. درسته با دست راست موس چسته بود و با پای چپ کیبورد رو کنترل میکرد. دقت داشته باشید که اون در برابر یک بازیکن معمولی بازی نمیکرد، نه، اون داشته در برابر یک بازیکن حرفه‌ای دیگه که مهارت زیادی داشته بازی میکرده. با این حال انقدر جلو افتاده بود که اومد برای تحقیر از پاش استفاده کرد. درسته حرکت باحالی بود، اما به نظرم شما باید به حریفای خودتون احترام بذارید. شماره 8. اما تو این یکی میخوام به یک تورنمنت استریت فایتر 5 اشاره کنم. همونطور که میدونید استریت فایتر 5 یکی از بهترین بازی‌های فایتینگیه که در حال حاضر هنوز تورنمنتاش داره برگزار میشه. توی شماره 10 گفتیم که یک سری رقاص اومدن جلوی پلیرهای کانتر استرایک می‌رقصیدن تا حواس اونا رو پرت کنن، اما این پلیرها خیلی تمرکز داشتن. اما خب باید بدونید که همه مثل اونا نیستن، چرا که بعضی وقتا کوچکترین حرف یا حرکتی میتونه اعصاب اونا رو خرد کنه و تمرکزشون رو به هم بریزه. یکی از این پلیرها کسیه که به صورت حرفه‌ای برای تیم ایجی استریت فایتر 5 بازی میکنه. در طول یه تورنمنت وقتی که اون داشت با حریف خودش مبارزه میکرد، یهو یکی از طرفدارا اومد یه چیزی در گوشش گفت و رفت. بیایید اینجوری در نظر بگیریم که طرف خب اومده بهش نصیحت کرده، اما همین قضیه باعث میشه که حواس بازیکن ایجی حسابی پرت بشه و اون به فجیع ترین شکل ممکن ببازه. اون به این قضیه اعتراض میکنه و به همین دلیل میان اون طرفدار رو از سالن بیرون میکنن و دوباره بازی انجام میشه، اما این بار در کمال تعجب باز هم طرف میبازه. شماره 7. یکی از بدترین اتفاقاتی که میتونه برای هر گیمری توی تورنمنت ها رخ بده اینه که آبروش بره. یه خب بدترین نوع آبروریزی به نظرم اینه که شما وسط یک بازی آنلاین، اونم بازی مثل CSGO، وکبن بگیرید. برای کسایی که با پلتفرم استیم سر کار دارن احتمالاً لغت وکبن یک چیز آشناییه، اما برای کسایی که از این قضیه اطلاعی ندارن باید بگم که وکبن به معنی Valve Anti Cheat، یعنی زمانی که شما از چیت یا کد تقلب توی بازی‌های آنلاین استفاده کنید، این بن نصیبتون میشه. حساب کنید که توی یک تورنمنت خیلی بزرگ یه پلیر به اسم امیلیو که برای تیم پراپرتی بازی می‌کرد وکبن می‌گیره و در نتیجه هم خودش به صورت مادام العم از کل تورنمنت‌های آنلاین حذف میشه و هم تیمش دیسکالیفاید میشه. اونا در برابر تیم هل ریزر 9 بازی داشتن که خب این اتفاق هم حسابی آبروی تیم و هم اون پلیر رو میبره. شماره 6. اما بازم یک اتفاق خیلی عجیب از اون اتفاقای عجیبی که میدونم شما دوست دارید توی ژاپن. در طول تورنمنت بازی ورد آف تانکس که توی ژاپن رخ داده بود، یک اتفاق وحشتناک عجیب رخ میده. اگر دقت کنید معمولا هوست یا مجری مسابقات آنلاین یک خانومه.
توی تورنمنت ورد آف تانکس اومده بودن از یک بازیگر خانم پورنستار استفاده کرده بودن، که خب این قضیه همینجوری کلی عجیبه. اما حساب کنید که یک چیز عجیب تر از اینم رخ داده. این خانم به بازنده های تورنمنت یک جایزه میداد. حالا فکر میکنید جایزه چی بوده؟ ایشون لباس زیر خودشو در می آورد، روش امضا میکرد و بعد به بازنده ها میداد. آره دیگه، وقتی داریم در مورد ژاپن صحبت میکنیم باید انتظار همچین چیزایی رو هم داشته باشیم. فکر میکنم از این به بعد علاقه برای شرکت توی تورنمنت های ورد آف تانکس توی ژاپن به شدت افزایش پیدا میکنه. شماره 5. باز هم بریم سراغ تورنمنت های استارکرافت. با اینکه استارکرافت ایران چندان طرفدار نداره، اما از جمله بازی‌های محسوب میشه که جامعه آنلاین وحشتناکی داره. در طول یک از مسابقات بعد از اتمام یک مسابقه 3000 نفر فریاد می‌زدند. We want land. یعنی ما لند می‌خوایم. خب لند در واقع به سیستم لوکال یا شبکه‌ای گفته میشه. اونایی که نمیدونن باید بهشون بگم که بازی هایی که توسط بلیزارد درست میشد، شما به منظور اینکه بخواید با همدیگه مسابقه بدید باید میرفتید توی battle.net که یک جور سیستم آنلاین تور بود. متاسفانه در طول یکی از مسابقات این تورنمنت وقتی یک تیم به شدت جلو بود و داشت بازی رو میبرد، اینترنت قطع میشه و خب بازی اجبارا از نو شروع میشه. اما این بار اون تیم بازنده میتونه بهتر عمل کنه و بازی رو ببره، که خب هر طور بهش نگاه کنید غیر منصفانه است، ولی خب نمیشد کارش کرد چرا که بازی مثل استارکرافت سیستم لند نداشتن و شما فقط میتونستید اونا رو به صورت آنلاین بازی کنید. شماره 4. یکی از بازیایی که من معمولا با دوستام توی خونه انجام میدیم مورتال کامباته. من برای اینکه بخوام لج اونا رو در بیارم و بهشون بگم چقدر نوبه سگ هستن، همیشه بهشون میگن که خب من حاضرم حتی چشمامو ببندم و باهاتون مسابقه بدم، که خب اکثرا هم این قضیه رو قبول نمیکنن چون میدونن همینطوری هم شتکشون میکنم. میتونید از عرفان توی کانال کامیک وکس بپرسید. حتی این قضیه هم در برابر چیزی که الان میخوام بهتون تعریف کنم هیچ ارزشی نداره، چرا که در طول یک از تورنمنت های استریت فایتر 5 یک فرد نابینا اومد شرکت کرد، فردی که به صورت مادرزاد نابینا بود. اون تونست چند تا حریف خودشو شکست بده. حساب کنید یک فرد نابینا چطور تونسته بازی که تا حالا ندیده و حتی نمیتونه درک کنه چجوری یاد بگیره و بعد بیاد یک سری پلیر حرفه‌ای رو شکست بده. این قضیه واقعا باعث میشه که مغز شما سوت بکشه. بازی کردن با چشم بسته برای کسایی که به صورت کامل با مپ و فنای کاراکترشون اطلاع دارن کار خاصی نداره، اما اینکه شما دوچار نابینایی مادرزاد باشید و بعد بیاید بازی رو یاد بگیرید و حریفا رو شکست بدین، اوف، این انصافا دیگه چیز دیگه ایه. شماره 3. کسایی که کال آف دیوتی به صورت آنلاین بازی کرده باشن احتمالا میدونن که واژه‌ای به اسم کال آوت وجود داره. یعنی شما بعد از اینکه کشته میشید یهو از پرسپکتیو خودتون میتونید مپ بازی رو ببینید و بعد جای دشمن رو به حریفای خودتون بگید. کسایی که میمیرن خیلی سریع باید کال آوت کنن. در طول یکی از تورنمنت های کال آف دیوتی یه نفر میمیره، اما کال آوت نمیکنه، یعنی نمیگه که دشمن رو کجا دیده. پلیرها بهش اعتراض میکنن، اما این بابا واقعا کسی رو ندیده بود و به همین دلیل میاد همچین کاری رو میکنه. این قضیه هم عجیبه و هم خنده داره. ایشون برای اینکه واقعا ثابت کنه هیچ چیز رو ندیده و نمیدونه دشمن کجا هستن، اومده بود اینجوری داد و بیداد میکرد. شماره 2. توی این یکی میخوام به یکی از بدترین اخلاقی اشاره کنم که متاسفانه خیلی از گیمرها دارن. زمانی که من گیم نت بازی میکردم، وقتی که تیممون داشت میبرد خب ساکت بودم، حتی وقتی که تیممون داشت میباختم ساکت بودم. اما متاسفانه یه سری هستن وقتی که دارن میبرن، خیلی عذر میخوام، شروع میکنن به گوه خوری کردن. این افراد واقعا روی مخ من هستن و هیچ جوره نمیتونم تحملشون کنم. متاسفانه توی تورنمنت های حرفه‌ای هم همچین پلیرهای روی مخی وجود دارن، کسایی که بعد از اینکه میبرن شروع میکنن به شاخ بازی در آوردن، داد و بیداد کردن و اینکه حرکات زشت دیگه، مثلا وقتی حریف میاد بهشون دست بده بهش دست ندن. همونطور که گفتم به شخص از اینجور پلیرها متنفرم. امیدوارم هیچ کدوم از شما اینطوری نباشید. شماره 1. توی شماره 1 میخوایم به یکی از تورنمنت های بازی سوپر اسمش بروس سر بزنیم. درسته این تورنمنت خیلی حرفه‌ای نبود، اما با این حال تورنمنت محسوب میشه دیگه. توی یکی از بازی ها وقتی که هر دو نفر آماده میشن کاراکتر خودشون رو انتخاب کنن، یهو حریف دسته خودشو در میاره و به جاش قلاب ماهیگیری وصل میکنه.
در واقع یک جور کنترلر که مخصوص بازی‌های ماهیگیریه. این کارو نمیدونم به خاطر تحقیر حریف انجام داد یا اینکه بخواد بگه من خیلی حرفه‌ای هستم. در هر حال ایشون به جای دسته از قلاب ماهیگیری استفاده میکنه. و خب از این عجیب‌تر میدونین چیه؟ اول اینکه حریفش یه نگاه بهش میندازه و یک لبخند میزنه، میگه وات دفاز این نوبه دیگه چیکار میکنه. اما در کمال تعجب ایشون حتی با همون قلاب ماهیگیری هم میتونه حریف خودش رو شکست بده. خب بچه ها اینم از لیست امروز ما، امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. حتما تا حالا پیش اومده که شما هم با حریفای خودتون به صورت آنلاین یا لوکال بازی کردید. خیلی دوست دارم بدونم که تا حالا شما هم اونا رو تحقیر کردید یا نه. توی کامنت ها حتما بنویسید. من اینجا یه تشکر بکنم از روم تور نزدیک است، امیر حسین ابراهیم خانی و نظر راجب سایبرپانک چیه عزیز که ما رو دونیت کردن. اگر شما میخواید از ما حمایت کنید میتونید از لینک ریمیت زیر استفاده کنید. نظر خودم راجع به بازی سایبرپانک رو حتما توی ویدیویی که در مورد داستانش میخوام بسازم بهتون میگم. در هر حال اگر از ویدیوی امروز راضی بودید حتما ما رو لایک و سابسکرایب کنید. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.